این همی بدبختی امام علی آورده کی آورده دیگه؟ امام علی اگر پول نخره ای حدیث گاب میزنی ای ایمان ای تقوی گاب میزنی. خب برادر عزیز خدای چند سوال داشتم خوب گوشت کردیم دقت داختیم برادر عزیز ما هم الحمدلله مسلمانیم خب اهل سنت و جماعت خب یکیم دین مستم شما را من هیچ نفهمیدم خب کدوم عقل کدوم بنده خدا میگیده در پیش امامعلی رحمان سجده میکردم کدوم عقل خدیه که اینم خود همین سوال جواب دید ای بی عقلی را وقتی که عقل گم شوه وقتی که انسان در یک جهالت میافته و از روی عادت از روی بی سوادی از روی دور بودن از دین میخزه در پیش پای یک انسان دیگه سجده میکنه خب قبول قبول خب اصل در جهالت ترین انسان در روی زمین من ندیدم برای چی بگو خب برای که مسلمانی دین دارید خدا با تقوا میگوی السلام علیکم و رحمت الله و برکات میگوی خب خسته مردم همین دست کی دپش مالی خب فرض کردیم که پدری تو دپوتات ایدا توشت فرض کردی خب بعد بگیریم که پدر دپش مالی رحمان زنش سجده میکنه تو ندیده هم صورتش سجده میکرده گی همه مالی را و پای را وشا نه اون جواب داد سوال نبید ما ای سوال نگرفتم میگم که همی را چه دیده آزی ما میمونم این مردم شما بینین قضاوت از شما هست آزی ما بیشتر دیده را تا همون تیفلی به گناه ها گناه گو گفته سی که همی گودک در پیش امالی رحمان سجده کده ای امالی رحمان دوا کده نوز و بیلو تو گفه کفری گفته بدبختی او فرنول بیس سراسی ما نشا میرسیم با او طرفی که تو میخوایی بیس به تحقیر اگر مردی به تحقیر صحبت کرد ما میخوام قطعی انسان روی صحبت کنم که واقعا مردن و مردونه باشن یک دقیقه یک دقیقه همی صورتی که شما مردم نگاه دارین امام علی را وزیروش در پیش شما در قد خورده است تعظیم کسن سجده کسن شما چی میگین در کامنتو بنویسونین و من آوازی برادرم میمونم خب بفرمو نیکی به تحقیر اگر تحقیر میکنی قد کردن میشه بفرمو که اوه همین درسته پیش امالی تعظیم کردن یونه تحقیر خب تو چو بعد مسلمان امالی رحمان تحقیر منی آفرین میگذاریم به خود امالی یک دقیقه من چی با امالی تحقیر میکنم من امالی برای اون تحقیر میکنم که بدبخت 28 سال شده بالای سر مردم ظلم میکنه مردم در شرایط وضعی قرار گرفته 2 میلیون مهاجر در بدر باز هم میگه که بیاین در پیش ما سجده کنین یا بار دیدی همون را صورت در بلاش خب گپ محبول انا که گوش بر خب همی سوالت که مرگ مردن زندگی در دست کیه در دست الله های خب انا در دست الله که باشه تقدیر بنده را کی نیسته گیه او فران الله نیستونده گیه تقدیر بنده را الله نویسته گه خواه جای مرگ بنده را کی در گیجو با چی سبب کی جونی بنده را میگره الله میگره خواه الله میگره خواه الله میگره خواه همون خاطر وقتی که تو مدینی با تقویل تو مسلمانی هیچ وقتی گه پنام که فلان مهاجر در فلان جمهور آفرین به در سوالو دکه جوابتون الله هر بنده شد بوش که تبرکه پریباد نکر هر یه بندش اجر میتن هر یه مسلمان میکی تو این حد اجر نمیتا که در پیشی پای مالی سجده که تو این حد اجر نمیتا که ابا بای امو بنده میم را دام جا دام گوش که امالی اوخی رایگی ما بنده خیلی تو ات وقت اومد خدای تاولو جون شا میگیره برای تاخیر کدن 28 سال در مو ملت ما را جمع کرد همین امالی جمع کرد بیا یه بار مقایسه کنیم یک سوال کوتاه تمتی گوش که یک دقیقه من یک دقیقه تو اگر روی ترتیب نریم من نمیخوام هرچی که شما میخواین همون را بگین و تمام یک دقیقه یک سوال متی سوال در جوش من جواب شد بتم بعد سوال دیگه در میگذارم یا اینکه سوال من میتم در قطورش مثلا میگیریم از تقدیر در دست خداوند هست الله مهربان تقدیر خودش نویسنده شده گید حتی
رفعت الاقلام و جفت الصحف حدیث صحیح پیامبر کی یعنی قلم ها برداشته شد دیگر ورقا قاق شدند دیگر نویسنده نمیشه هر چیز بود نویس رفت تقدیر نویس رفت نه کی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صحابه گفتند که یا رسول الله اگر چنی باشه ما خی چی عمل میکنیم چیکو میکنیم میرم هر چیزی باشه در تقدیر مون میشوامو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نگفت بخیز از پشت عمل بشه انا هر چیزی که میسر می شود در تقدیرت همو را میبینی یعنی مردم گل نزنه که امروز در تقدیرتون همین است با تقدیرتون بیاد سر پیش امالی سجده کنید در تقدیر انسانیت خیلی نیست در تقدیر انسانیت این نیست که تو برو در مهاجرت بمرا 2 میلیون جوان مهاجر برا در مهاجرت کار کنه و در همونجا با عذاب مشقت بمرا خیلی تقدیر خداوند نیستونده خداوند تقدیر به خواهش خود انسان نیستونده اگر که خواهشت باشه که بخیزی بازم همین برزی دهمالی گب زنی تقدیر تو بازم بشه همون تقدیر تو یعنی میگرزی از سوی تقدیر به سوی تقدیر خداوند دو تقدیر هیچ محل تضاد نیست هر ده تقدرش یک تقدیره هر وقت که تو همو را بخوای مثلا تو میگی که 20 زیاد دقیقه برای تقدیر صحبت میکنیم وقتی گفتی که مهاجرا میروند جانشون را در روسیه میگیره خدا البته در تمام روی عالم خداوند جان انسان را میگیره اما جان با گرفتن داره مثلا با چی خاطر روسیه رفت و با چی خاطر مرد سبب دادگی خداوند را فراموش نکن تا اگر بشی در خونت بگو که همه که رزقی ما میویا نمیویا و بشی در خونت هیچ کار نکن نماز نخون بگو در تقدیرم باشم میرم بگیش در تقدیرم نباشم میرم دوزخ تو همین را بس تقدیر بمون که میتونی نمیتونی هر چیزی که امروز عمل میکنی پس توب که تو عملی تو وابستگی میکنه بسوی تقدیری تو اگر امروز خاموش بستید تو البته هم تقدیره نکه امروز گپ هم زدی البتهش هم تقدیره یک چیز میگه آخران صحبت درباره تقدیر میگم دیگه اگر نخویست برنامه گرد مولوی رومی در قصه نقل میکنه وقتی که یک باغبان در باغ نشسته بود که یک کس اومد دزد یک دزد مثل امومالی بالای باغ سیب رو اومده بغل شپر کرده سیب دزدی دسته باغبان میگه چکار میکنی دزد چکار میکنی او میگوید که در تقدیرم همی بوده است ما در بالای تقدیر ما همین بوده است که من در بالای باغ تو سیوی تو برامدم سیوی تو را گرفتم میخرم و میرم خونه بابا میگه یک دقیقه بیست یک کلت کم میگرم یا یا دمتوری سرش یک تمه زنه میگه بدبخت این ایش هم تقدیر خداوند در فراموش نکه و خاطر همی برادر جان تقدیر خداوند تو این حد نیست که مردم خداوند ظلم نویسونده باشه الله تبارک و تعالی میگه اگر من تقدیر مردم در ظلم نویسوندم من را ظالم میگفتم من ظالم نه من عادلی من عیبه میرفت خداوند هیچ مهر تقدیر مردم در ظلم ننویسونده فقط خود مردم انتخاب کردن هم تقدیر بد نویسونده خداوند بخاطر همین در تقدیر دیگر صحبت نکه که مردم در مهاجرت میمرن توکلشون به الله نه این همین ظالم سبب شده و مردم رفت در اوجه در اوجه مردن باید مردم مظلوم تاجیکستان در داخل وطن در پیش زن و فرزندش بمبره فهمیدی برای چی؟ برای که اوش هم تقدیر خداونده مهاجره رفتنش هم تقدیر خداونده بفهم سوال دیگه تا فقط یه سوال بته جواب گردان دیم میگذن بفرما برز کردیم مکه و مدینه رفتیم خب در مکه و مدینه اطالو جونی ما را گیریم خب ای گفتوی تو فهمیده میشه که ایمالی رحمان گناه گوره مکه و مدینه رفتنی من مردنی ما در مدینه نه او عملی تای پستوب که تای عملی تای وقتی که تو خواستی خواهیشی تو هم بود که میرم عملی ثواب در دست میزنم رفتی عملی ثواب در دست دی که وفات کردی او جا خداوند تقدیرات را در ما عملی ثواب بگرف رفت خب؟ احمد احمد که گوش کن عملی دیم وقتی که من میخیزم ایجوم خب؟ میرم کرکنی خان؟ برای خونه دوستم برای زندگی ما پیش خوب کردن برای در سرزمین خودم دعوتن خودم یک خونه خوب و بهترین ساختن خب اگر من دمج عمل صالح نیست که من برای پدر مادرم خدمت مینم وقتی که برادر جون او را میخرونم میپشونم این عمل نیک نبدای دوجا مرد نه عمل نیک یک دقیقه من دست اولتام جواب میگردم نگاه که برادر جون وقتی که یه انسان
به سبب برای لقمه حلال کار کردن از وطن خارج می شود در یک جا، واقعا او را خداوند اگر جانش که در همون مهاجرت گرفت شهید در روی خداوند می مرد. یک دقیقه، به شرط که تمام شرایط های دولت مهیا باشه، یعنی که همود ظالم بدبخت حق مردم را نخره، بالای مردم ظلم نکنه، حق مردم را نخره. اگر ما بدانم که همی تاجیکستان نداره، حقشان نخورده استن، مردمش رنگ مردم افریقا، اما مردم افریقا را هم پاچهاشون مال ملک مردمشان بدزده، ما بدانم که همی امام علی حق مردم را والله قسم نخورده. ای بچه، این همی پرستوی پرمی مثالی آدیش، این همی کرونا ویروس ها چندین هزار دلار ها میلیون 400 میلیون یورو، حتی اینمی کشور آلمان روان شد، کجا شدن هم میلیون های یورو در جیب مالی، در جیب زن و فرزند و دخترش داخل شد. ما بدانیم که نمینو نمیخرن، نمینو در مردم میتین، در مردم داده میشود، در برزمی همی همنی مردم نداره، بچاره از مجبوری دولت، قشاقی دولت میروه، اوکی، اما میبینیم که پولی مردم خورده سن، مردم ظلم کرده سن، مردم کشته سن، مردم غارت کرده سن، این دیگه مسئله ای برادر جون. ما بدانم که اون رنگ خودت مسئله عادی قد می روه جاش بهشت می شوه. بفرما سوال دیگه تا من رنگ گوش که برادر همی بفرم تاجیکستان در اون پلوی که خودت میگو اما در خوب. مقصد تحجزات خوب تحجزات های و بمرخون ها سختن برای کردن ویروس همی پلا هر یک شب دکلت کردن مثال بکنم که یک اپارات اگر پیش 3000 دلار بود نرخ نماش 100 هزار دلار شده اگر برای خریدن کنن خب هر اگر گوش که بر هر کس حقی مهاجی را میخره حقی هم بند او فرد و خواهد نخواهد این دنیا دم او دنیا دم هم عذاب شمه کشه نزید انشالله بله یه مشکل برادر عزیز دیگه یک شهر بفرما هر یک هر قدرت میاد او با امر خدا بروزگی خدا میاد آفر عزیز تو بروز بس 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 سوالی کوتاه دامی جا همون فیرعون با امر خدا ما ابا به امر خدا کی در دنیا تولد میشه به امر خدا کی ظالم آفر بس تک فیرعون تو با این برابر نکن فیرعون ظالم برای چی کرد؟ برای مردم نشون دادن آفرین اینان گفته های ما هم همی که همی امومالی را امروز ظالم یعنی فیرعون در برای نمی نشون دادن امروز مردم آفریده خداوند مول برادر دیجا گپ او سهر سنه با آخی همون مثال سوال خود ده همی تغری گرفت حضرت موسی برای چی آمد؟ نه نه بس گوش که برادر وقتی گفتی من در سوال جو ظالم شخصیتی هست که خوب. مردم با زنجیر عذاب میده گشنه در آفره چیز پرامون میخریم چی لقمه پرامون نه 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 یک دقیقه رفتی همی تاجیکستان اهالی هم مردمی تاجیکستان کدام ظالمی گپ میزنی ظالم انسان نرمه که در حق تو چنون جبر میکنه که تو در حقیقتا تنا نفس کشیده میکنی تو حضرت های پیش به این وقت بروبر نکو حضرت ها تیلو بودن یک دقیقه تیلو هم همو تیلو صد فویز جنه جوی شما گوش که برادر ازی دنیا اوقات چیزی نیسته با وفای نیسته که ما تا تحقیر کنیم تو مرا تحقیر کنیم تو را بد کنیم او را بد کنیم اوقیبت چیه اوقیبت ما مردانه تو میتر جو کورای انیم کچی داریم باید ما اخیرت آبود آزی ما یک نواری دیگر تم میمونم این امیره این امیره این امیره این امیره گوش میکنیم بعد یک دقیقه در ندارد مجبورند از تیریزه بیرون آیند ساکیت باش یک پنج منوط دیگر ساکیت باش همین نواره میبینیم بعد از اون شروع میکنیم چی گفتی؟ پنج منوط دیگر این ما هر گپی که میخوام بزنم در گپم دلیل میخوام بیارم من نمیخوام که مثلا دروغ بگم یا که نمیخوام که این هر صحبتی که از زبان من و تو میبرویم در روز قیامت این سخن جواب میگیم این را بفهم برادر جون این سخن ها جواب میگه میگه که از زبان بس بیم نوار تماشا کنیم نوار را ببین از بس که جای برای رفتن ندارند برای همین ناچار در این کلبه گیلین ماندند این نوار خونو گبره اما اگه من خانه را احساس کنم بیرون در نمانیم آخه با
به حیث اولای فقیر بارها به مقامات ناحیه یاوان مراجعت کردند. یک دخه این ای حالی مرد ای حالی گودکه ببین این حالی گودکه ببین به حیث اولای اینا یک دقیقه اکه مردمی که ما را تماشا دارن خچون خلاصم یک دقیقه ما صحبت ما بکنم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که هر صحبتی که از زبان شما برآمد دردی سر شما میشود، بلای جان شما میشود، الا سه چیز باشد. با دقت باش. یکم امر معروف نهی منکر باشد، صحبت خدا و رسول باشد، یا اینکه تلاوت قرآن باشد، یا اینکه ذکر خداوند باشد. امروز ما امر معروف نهی منکر کرده سیم، مردم از راهی بد گردانده سیم و برای راست برده استوده ایم. مردم انمی را میگن امر معروف، فهمیدی؟ هر وقتی که امر معروف نهی منکر میشه از ما این چیز مقصد با فایده ما انجام میوه. امروز برادر جان برادر میگه که تاجیکستان همه خوب است، امام علی هیچ کس ظلم نکرده. این کودک ببی حال شبه بی این مظلومی این بیچاره را ببی بفرما. همون شخص همون انسانی که پدر مادر یعنی همون بدبخته همون کودک پدرش که بدبخته پدرش نیست اینجا بیچاره شوهر صبر که بفرما. من در همون ازیا در بودم همون ریونیوش نامینوی قسم به الله خوب مخصوصا در همین قلقستون در همین جو یا اویلوها رو دیدم که به خدا قسم کو ما رنگ شاه زندگی میکنه، ما تعب داریم، تعبیه داریم، انسانیت داریم. دیدم بار بیو مقصد در یگان جو دیده که در تریزه داخلی خونه بشوند. در یگان جو دیده خونه ویرانه مچقی نمی بلاش او مچکدگی بیچاره کودک داره، کودک مایده، تیفلی کودک خردسال نمیدونم این نمی بدبختی امام علی آورده کی آورده دیگه. امام علی اگر پول نخره پولی چند میلیون حدیث گاب میزنی ایمون ای تقوی گاب میزنی اگر پدر یا فرزندو یا بناموس میش با تقوی اگر پدر نداشته باشه چیز اوخی گوش که این همی جا این همی جا ده بیس نفر سی نفر هزار نفر مید رویا که این خمکنم که ای سویا خدش مید ترسد اتم بخیر ای سویا خدش مید ترسد او گب نزنه که ای پیچه تیلفون که ما اول اوخی الله افوکه من در گب دلوگو یه جاوب میتونم در پیش دلوگو میتونی ویدیویی صحبت کنیم ویدیویی میخواه میتونی صحبت کنیم مثلا تو پشتیبانی از یک حکومتی میکنی که تو را قبول مقصد را قبول داری و او یه حکومت های بستو ما اینجا صحبت داریم که برادر از میکنی ظلم ظلمی برادر هر یک انسان هر یک شخص